عربستان سعودی در هفته‌های اخیر گام‌های جسورانه‌ای در زمینه ورود زنان و دختران به صحنه زندگی اجتماعی برداشته است. سینما یکی از این صحنه‌های اجتماعی است که پس از 35 سال بار دیگر به روی زنان و دختران گشوده شده است. برای بسیاری از جوانان عربستان سعودی به ویژه زنان و دختران زیر 35 سال روز یک شنبه 24 دی ماه روزی که در سالونی تاریک برای نخستین بار پرده بزرگ سینما را دیدند احتمالاً روزی فراموش نشدنی و خاطره انگیز خواهد بود. به نظر می رسد شهر جده در جوار دریای سرخ با گشودن ورزشگاه ها و باز کردن در سینماهایش بروی همه اعضای خانواده ها پرچمداری تحولات نوین این کشور را به عهده گرفته است. در رهگذار انجام اصلاحات جاری در جهت مدرنیزه شدن این کشور در تقابل با دیدگاه‌های افراطی و محافظه‌کارانه مذهبی، نخستین سالن‌های دائمی سینما تا 3 ماه دیگر در کنار کنسرت‌های موسیقی در عربستان سعودی شروع به کار می‌کنند. از سال پیش تا کنون در کشوری که حق شهروندی زنان به رسمیت شناخته نمی‌شد، هزاران زن در دسامبر گذشته در کنسرت عمومی هبه تواجی، خواننده لبنانی در ریاض شرکت کردند. ام کلثوم خواننده فقید مصر پس از 3 دهه ممنوعیت بار دیگر به صفحه تلویزیون‌های کشور سعودی ظاهر شد و یانی آهنگساز یونانی اکنون دیگر برای همه شهروندان سعودی پیانو می‌نوازد. دلم میخواد شاهد همه چیزهای جدید در عربستان باشم. امیدوارم یه روز همه جور فیلم مهیج، عاشقانه، کمدی رو بتونیم ببینیم. بسیاری از جوانان سعودی اصلاحات جاری را تبلور حضور محمد بن سلمان ولیعهد 32 ساله خاندان سعودی می‌دانند و آن را به عنوان نماد سلطه نسل جوان بر نسل کهنسال و سنت‌های دیرینه تلقی می‌کنند که همواره زنان را از رسیدن به جایگاه اصلیشان در اجتماع باز داشته است.